خانم منیره از قالین بافی در ایران تا معاونیت وزارت جنگ افغانستان. به نام خدا، همراهان خوب خوشک تیوی سلام. در این ویدیو زندگی نامه منیره یوسف زاده، معاون وزارت دفاع جمهوری اسلامی افغانستان را برای شما تهیه کرده ایم. امیدوارم که مورد توجه شما قرار بگیرد. برای آشنایی بیشتر با خانم یوسف زاده ادامه ویدیو را تماشا کنید. اما قبل از آن دکمه مشترک یا سابسکرایب فشار دهید، علامت زنگوله را هم فعال سازید و برای حمایت از ما لطفاً این ویدیو را لایک کنید و با دوستان خود به اشتراک بگذارید. حضور زنان در افغانستان یک از چالش های بزرگ حکومت داری در کشورمان می باشد که با سختی های فراوانی روبروست. و اما این زنان افغان با وجود تمام مشکلات دست از فعالیت های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی نکشیده اند و در تمام عرصه ها سعی می کنند نقش ایفا کنند. ویدیوی امروز ما با بانوی موفق اشاره می کند که با تمام سختی ها امروز به عنوان معاون وزارت دفاع افغانستان ایفای وظیفه می کند. بانو منیره می گوید قالین بافی کاری پرمشقتی است، بخصوص برای یک کودک. به دلیل سالها کار سخت پای کارگاه های قالین بافی دیدی چشم هایم ضعیف شد، آلرژی پیدا کردم و در ناخن هایم انحنا آمد. هنوز هم وقتی پا روی قالین می گذارم تصور می کنم پاهایم را روی چشمان زنی گذاشتم که آن را بافته است. بانو یوسف زاده اندی پس از کشته شدن برادرش نامه خطاب به رئیس جمهور و رهبر نهادهای امنیتی نوشت و در یک از روزنامه های کشور منتشر شد. او در این نامه طرح توجه بیشتر و همیاری کافی به خانواده های قربانیان نیروهای امنیتی افغانستان را پیشنهاد کرد و اعلام کرد که از نخستین داوطلبان رضاکار برای فعالیت در این عرصه است. وزیر دفاع افغانستان به خانم یوسف زاده پیشنهاد کرد که مسئولیت معاونیت تعلیمات و پرسنل وزارت دفاع افغانستان را که بخشی از مسئولیت های آن رسیدگی به خانواده های قربانیان نیروهای امنیتی است به عهده بگیرد. خانم یوسف زاده یک هفته پس از دریافت این پیشنهاد از ریاست انسجام برنامه های سیاسی و اجتماعی رئیس جمهور غنی استعفا کرد و به عنوان اولین معین زن در وزارت جنگ افغانستان مقرر شد. کودکی بانو یوسف زاده و سه چالش دیگر: مهاجرت، فقر و یتیمی. در دهه جوزای 1365 که اقتدار حاکمیت کمونیستی در پایتخت افغانستان برقرار بود، هفتمین فرزند سلطان و حمیده در دوغ‌آباد کابل چشم به جهان گشود. کمتر از یک سال بعد سلطان و حمیده از کابل کوچیدند و به ایران مهاجر شدند. هنوز چند ماه از اقامت آنها در شهر عراق نگذشته بود که منیره پدرش را از دست داد. برای حمیده فصل دشوار و پرمهنت بزرگ کردن 8 فرزند در مهاجرت و فقر از راه رسیده بود. منیره در 7 سالگی دانش آموز شد، اما کودکی برای او چیزهای بیشتر از بازی های کودکانه و آموزش در تنور روزگار پخته بود. منیره همزمان با دانش آموزی در صنف اول پس از فراغت از مکتب به خانه همسایه ایشان می رفت و بیشتر از نصف روز را پای کارگاه قالین بافی با نخ های رنگارنگ گل می بافت. آنها خود آنقدر پول نداشتند که مستقلانه کارگاه بافت قالین می خریدند. تمامی تلاش خانواده به شمول کودکانی که از مرحله یادگیری زبان و راه رفتن گذشته بودند این بود که به هر طریق ممکن پول غذا برای زنده ماندن و آموزش برای آینده را فراهم کنند. فقر تنها چالش حمیده نبود. او یک مادر مجرد بود که در بسیاری از جوامع اسلامی از امنیت روانی بی‌نصیب است و 4 دختری که به دلیل نبودی سایه پدر بر سرشان مطالبه پدران اقوام برای همسری فرزندانشان بودند. بانو یوسف زاده می گوید در اکثر نامه هایی که از افغانستان به مادرم می رسید این پیام مشترکشان بود: 4 دخترت برای 4 پسرم. هیچ کس از این نمی پرسید که ما گرسنه ایم یا سیر، پول لباس و کتاب و مکتب را داریم یا خیر. اکثرا تلاش داشتن که من و خواهرانم را برای فرزندانشان به همسری بگیرن. برای زمانی که 13 سالم بود موفق شدم از یک ازدواج اجباری فرار کنم. خانم منیره زمانی که به 15 سالگی رسیده بود به همراه یکی از برادرانش
مکتبی را برای کودکان مهاجر تأسیس کرد. آنها کارشان را با 7 دانش آموز در یکی از اتاقهای خانه ایشان آغاز کردند. منیره با آن کودکانی که از حق آموزش محروم بودند تدریس میکرد و در برابرش از آنها فیس میگرفت. مبادله ای که به نفع دو طرف بود. پس از فراغت از مکتب، منیره در کنکور سراسری ایران ثبت نام کرد و موفق شد به دانشکده طب دانشگاهی یزد راه یابد. اما تحصیل در این رشته برای وی ناممکن بود. به دلیل فیس بسیار سنگین دانشگاه و فاصله دور ولایت یزد از محل اقامت آنها در شهر عراق، منیره باید از این رویایش دست می شست. او بار دیگر در کنکور سراسری ایران اشتراک کرد و در دومین نوبت به دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی راه یافت. 7 سال پس از سقوط طالبان در افغانستان، برگشت به وطنی که از آن خودش بود و دیدار از کابل برای منیره به آرزوی دلپذیری تبدیل شده بود. مادرش هر از چندگاه خاطراتش از کابل را در دهه 60 و پیش از آن که در جنگ های داخلی گروه های مجاهدین ویران شود برای دختر جوانش قصه می کرد. منیره به دلیل بیش از 2.5 دهه زندگی در مهاجرت تعلق مضاعفی به کشورش داشت. او تا آن زمان هیچگاه حس زندگی در سرزمین را تجربه نکرده بود که خود را مالک آن می دانست. منیره برای برگشت به سرزمینش بیقرار بود. در تمام سالهای زندگی در ایران او حقارت مهاجرت را به تمام چشیده بود. خانم یوسف زاده می گوید مهاجرت، حقارت و حس بیکسی و دورافتادگی تلخی دارد. آدم حس می کند که هیچ چیزی با او تعلق ندارد. در جایی که زندگی می کند یک بیپناه متعلق است. وقتی جوان شده بودم شعر می سرودم و می نوشتم. با کانون‌های ادبی مهاجران افغان در ایران در ارتباط بودم. من هیچ دلیل و اشتیاق خاصی برای شعر گفتن نداشتم جز این که رنج‌ها، تحقیرها و سختی‌های مهاجرت را با پناه بردن با متن و کلمه از روانم بشورم. شعر برای من انتخاب نبود، یک پناهگاه بود. وقتی خانم منیره لیسانسش را از دانشگاه آزاد اسلامی گرفت، خانواده‌اش را متقاعد کرد که به کابل برگردند. او تحت تأثیر خاطراتی که مادرش از کابل در دهه 60، ساختارهای اجتماعی و حال و احوال زادگاهش برای او قصه کرده بود، دوست داشت به کابل برگردد و یک کارمند موفق دولت شود. در سال 1387، منیره و همراه خانواده‌اش به کابل برگشتند. او با خود یک آرزو آورده بود. می‌خواستم کارمند وزارت زنان افغانستان باشم. 2 ماه پس از ورود به کابل، یک نهاد قرضدهی تحت حمایت ایالات متحده در کابل منیره را به عنوان مشاور حقوقیش استخدام کرد. فقط چند ماه از استخدام منیره نگذشته بود که او با اولین چالش سخت کاری در سرزمینش مواجه شد. نهادی که او در آن به عنوان مشاور حقوقی کار میکرد، شکایتی را علیه کسانی که متهم به اعطای قرضه‌های خیالی و فساد مالی بودند، به دادستانی افغانستان فرستاد. دختر جوانی که تازه از مهنت مهاجرت رهیده و از عشق و اشتیاق به وطن و سرزمین مادری سرشار بود، در برابر یک چالش خطرناک قرار گرفت: مواجه شدن با مافیای فساد مالی. منیره یوسف‌زاده به طبع هدفی که با برگشت به کابل برای خودش خلق کرده بود، پس از استعفا از مشاوریت حقوقی یک نهاد قرضدهی و چند دوره کاری کوتاه مدت در چند نهاد خصوصی، در سال 1389 به عنوان مدیر اجرایی در اداره ارگانهای محل استخدام شد. او مسیرهای ارتقا در این نهاد را پیمود و در طول 8 سال در پست‌های کارشناسی، مشاور، سخنگو و رئیس مطبوعات ارگانهای محل کار کرد. در جریان کار در اداره ارگانهای محل، خانم یوسف زاده موفق شد لیسانس دومش را در رشته اقتصاد از یکی از دانشگاه‌های خصوصی در کابل دریافت کند. و در سال 1397، زمانی که خواهرش به سرطان مبتلا شد، منیره از همکارانش خواست که مسئولیت دیگری را به او محول کنند، بلکه فرصت کافی برای مراقبت از خواهرش را نیز در اختیار داشته باشد. خانم یوسف زاده برای 6 ماه به عنوان معاون اجتماعی ولایت کابل مقرر شد و پس از آن
هفت ماه دیگر مسئولیت ریاست انسجام برنامه های سیاسی و اجتماعی رئیس جمهور غنی را به عهده گرفت. خانم یوسف زاده می گوید جدا از دیگر برداشت ها، برجسته ترین موردی که در ارگ ریاست جمهوری و از کار با رئیس جمهور دیدم تحرک و پرکاری است. حجم کار در ارگ ریاست جمهوری فوق العاده سنگین است. در اوایل تابستان 1398 وزیر دفاع افغانستان به همراه معاون سفارت ایالات متحده در کابل و تعدادی از جنرال های وزارت دفاع مراسم معرفی اولین معین زن در وزارت دفاع افغانستان را با جنب و جوش بی سابقه در دفتر معینیت تعلیمات و پرسنل وزارت برگزار کردند. خانم یوسف زاده می گوید برخلاف انتظاری که او از نوع برخورد افسران وزارت دفاع داشت، از او به گرمی استقبال شد. دقیقا نمی دانم به چه علتی برخورد گرمی با من صورت گرفت. شاید به این دلیل که مراسم معرفی من با حضور افراد برجسته ای صورت گرفت. شاید هم به این دلیل که پیش از من حسنا جلیلی به عنوان معین وزارت داخله مقرر شد و یخ این تابو را شکسته بود. برخلاف استقبال گرمی که به زعم خانم یوسف زاده از او در وزارت دفاع پس از تقررش به عنوان معین تعلیمات و پرسنل این وزارت صورت گرفت، واکنش های منفی به این تقرر در شبکه های اجتماعی شدید بود. گروهی بزرگی از کاربران افغان در شبکه های اجتماعی تقرر خانم یوسف زاده به عنوان معین وزارت دفاع و بازنشستگی جنرالان عمدتاً کهنسال نهادهای امنیتی را بازی سیاسی رئیس جمهور غنی با نهادهای امنیتی تفسیر کردند. در پایان قصه زندگیش که حامل چالش های طاقت فرسایی بودن، خانم معین اما برخی تلخ کامی طبیعی که مشقت های زندگی بر لحن آدمی تحمیل می کند، نگاه مثبتی به زندگیش داشت. خانم یوسف زاده معتقد است که او به حد کافی از اقبال و شانس برخوردار بوده است. می گوید من واقعا احساس می کنم زنی خوشبخت و در عین حال خوش شانسی هستم. همین که توانستم با چالش ها مواجه شوم و فرصت مبارزه یابم خود اقبال و شانسی بزرگ است. برخی از آدم ها و مشخصا اکثر زنان افغانستان حتی فرصت این را که مبارزه کنند هم نمی توانند به دست بیاورند. من معتقدم زن افغانستان را چالش ها و سختی هایش می سازد، نه امکانات. حداقل در خصوص من این ادعا صادق است. من در سختی ها موفق شدم. این بود زندگی نامه بانو منیره یوسف زاده. سپاسگزارم از اینکه تا پایان این ویدیو ما را همراهی کردید. لایک و سابسکرایب را فراموش نکنید. تا ویدیوی دیگر خدا نگهدار.